خواهر مطلقه نسرین اونو به دام هوشنگ انداخت. نسرین نمیخواد باور کنه با وجود مهربانی های شوهرش دوچار وسوسه های شیطانی شده. خیانت زن جوان به شوهرش اونو به عذاب وجدان انداخته. زن جوانی به نام نسرین در حالی که اشک میریخت با اصرار همسرش در ادامه این ماجرای تأصفار به کارشناس اجتماعی کلانتری شهید هاشمی نژاد مشهد گفت پدرم مردی معتاد بود و همیشه مادرم رو مقابل چشمان من و خواهرانم کتک میزد. رفتارهای دردناک پدرم موجب شد تا حس بدی نسبت به مردا پیدا کنم و ازشون متنفر بشم. به خاطر همین به هر خواستگاری جواب رد میدادم تا اینکه تو 25 سالگی مرتضا به خواستگاریم اومد. اونا اگرچه از طبقه متوسط جامعه بودند اما از نظر مالی در رفاه نسبی قرار داشتند به خاطر همین پدرم باز منو مجبور کرد تا به خواستگاری اون پاسخ مثبت بدم چرا که خواهر بزرگترم هم از همسرش طلاق گرفته بود و پیش ما اومده بود و با ما زندگی میکرد. پدرم از این وضعیت رضایت نداشت و اصرار میکرد تا من زودتر ازدواج کنم. خلاصه با وجود اون که هیچ علاقه قلبی به مرتزا نداشتم پای سفره عقد نشستم مرتزا پسری مهربون و باگذشت بود و منو خیلی دوست داشت به خاطر همین روزهای خوبی رو میگذرمدم و هیچ احساس کم بودی نداشتم مرتزا توی مغازه لاستیک فروشی پدرش کار میکرد و اوضاع مالی خوبی داشت اما اون مردی تعصبی بود و به خاطر سوء زنهاش مدام منو سوال پیچ میکرد. با اون که چندین سال از زندگی مشترکمون میگذشت و صاحب یه دختر پونزده ساله هم بودیم ولی از رفتارهای همسرم خیلی عصبانی بودم چرا که اون مدعی بود با پسر امم و چند نفر دیگه ارتباط نامتعارف دارم. اون میگفت فقط به خاطر آبروی خانوادگی سکوت میکنم تا فرزندم بیمادر نشه و گرنه تو با این گونه رفتارهای غیر اخلاقی برای من ای بیش نیستی در همین آشفت بازار زندگیم بود که روزی خواهر مطلقم سیم کارتی رو توی گوشی تلفن من گذاشت که بلا فاصله پیامک های عاشقانه و تماس های فردی به اسم هوشنگ شروع شد ابتدا اهمیتی به اونها ندادم ولی چند روز بعد به ناچار به یکی از پیام ها پاسخ دادم و به این ترتیب رابطه من و هوشنگ در حالی آغاز شد که اون اهل یکی از روستاهای سرخس بود و ادعا می کرد که به زودی برای دیدن من به مشهد میاد. خلاصه خودم هم نفهمیدم چطور با وسوسه‌های های شیطانی همسر و فرزندم رو فراموش کردم و با اون جوان غریبه وارد رابطه تلفنی و پیامکی شدم. از سمت دیگه مرتزا که به من سوه زن داشت بیشتر منو زیر نظر گرفته بود تا اینکه متوجه این رابطه غیر اخلاقی شد. حالا هم در حالی که عذاب وجدان رهام نمیکنه که تحمل رگاه های سرزنشامیز همسرم رو ندارم چرا که اون توی زندگیش به من خیلی محبت کرده. به طوری که به مناسبت تولدم یه خودروی 206 آلبالوی رنگ بهم هدیه داد و من پاسخ اون همه محبت هاش رو با خیانت دادم. شایان ذکر که به دستور سرگرد علی فاطمی رئیس کلانتری شهید هاشمی نژاد پرونده این زوج جوان برای بررسی های کارشناسان و روانشناختی در اختیار مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی قرار گرفت. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید. و کانال ما رو حتما برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید تا در جریان آخرین اخبار قرار بگیرید.